زمستانی سرد و طولانی به آخر رسید و آخر سر مشت محکم خلق شیشه عمر دیکتاتور رو شکست. آره، انقلاب مردم پیروز شد. شوق این پیروزی و دمیدن صبح آزادی همه رو به وجد آورده بود. زن و مرد، پیر و جوان، کوچیک و بزرگ، کارمند و کارگر و دانشجو و دانش آموز، همه یک پارچه شور بودند و بیقراری، همه سراسر انرژی بودند، همه مشتاق ساختن فردای نو و روزگاری بیغم و درد و تبعیض بودند. توی دانشگاه ها و دبیرستان ها هم همینطور بود، از جمله دبیرستان انوشیروان دادگر. بعد از انقلاب من در دبیرستان انوشیروان دادگر تدریس میکردم. همونطور که میدونید اون موقع از اونجایی که اوائل انقلاب بود، فضای بسیار باشکوهی توی دبیرستان حاکم بود. یک تعدادی از نفرات، یک تعدادی از دانش آموزان، در واقع دو طیف بودن. یک طیفشون توی انجمن مسلمانان اسم نویسی کرده بودن و یک طیفشون بودن که توی انجمن اسلامی بودن. کسانی که توی انجمن مسلمانان بودن همه هواداران و مجاهدین بودن و اون کسانی که توی انجمن اسلامی بودن همشون رژیمی بودن. و او یکی از هنرجویان بسیار خوب من بود که در انجمن در واقع مسلمانان اسم نویسی کرده بود و خودش مؤسس در واقع این انجمن بود. من دانش آموز دبیرستان انوشیروان دادگر بودم. خودم رشته تجربی میخوندم، اون رشته اقتصاد میخوند تو همون سال. چهره خیلی آروم و مطمئن میداشت و خیلی چهره خیلی مهربان، ولی در این حال خیلی جدی و پرکار و پرتلاش بود که این خیلی برای من جاذبه داشت. به طور خاص بعد از انقلاب که خیلی ارزش‌ها تو جامعه عوض شده بود و جوان‌ها دنبال یک ارزش‌های جدیدی می‌گشتن، برام خیلی جاذبه داشت و همیشه دنبال می‌کردم اون کیه. سلام لابو، تا اینجا سوالتون شده که از چه کسی صحبت شد؟ اون چهره مطمئن، مهربان و آرام و اون دانش آموز بیقرار و پرتکاپو چه کسی بود؟ امروز برنامه بخوان به نام گل سرخ برای خوندن به نام او و نامه زندگی کوتاه و حماسه‌ای که خلق کرد اختصاص داره. او خدیجه مسیح نسرین نام داشت. با هم در این برنامه او رو از زبان خواهر، دبیر و هم دبیرستانی و هم رزم او بهتر می‌شناسیم. خدیجه مسیح خواهر بزرگتر من بود که اونو در خونه نسرین صداش میکردیم و در حقیقت اسم شناسنامهش خدیجه بود و من هم به یاد اون اسمم رو نسرین گذاشتم. اون در سال 1342 و بعد از قیامهای خونین 15 خرداد در تهران در خانواده نسبتا مرفه به دنیا اومد. دوران دبستان و دبیرستانش رو 8 سال در مدرسه رفاه و بعد از اون در دبیرستان انوشیروان دادگر در چهارراه کالج ادامه داد. در سالهای 56 و 57 که قیام‌های ضد شاه اوج گرفته بود، نسرین هم در این تظاهرات‌ها و قیام‌ها شرکت می‌کرد. از جمله اون به همراه پدرم در حمله و تصویر به پادگان لویزان شرکت کرده بود. بعد از پیروزی انقلاب، نسرین از طریق حاج محمد مصباح که یکی از اقوام نزدیکمون بود و همچنین یکی از زندانیان سیاسی زمان شاه بود، با سازمان مجاهدین آشنا شد و از طریق شرکت در جلساتی که اون میگذاشت با اسلامی که مجاهدین اونو نمایندگی میکردن آشنایی بیشتری پیدا کرد و بعد از اون فعالیت‌های خودش رو در بخش دانش آموزی شروع کرد. همزمان با گسترش فعالیت‌های سیاسی که در اثر آزادی‌هایی بود که بعد از انقلاب و در اثر پیروزی انقلاب گسترش پیدا کرده بود، در دبیرستان ما هم همینطور بود و من اون موقع فهمیدم که همین نسرین که از هواداران مجاهدین هستن و تازه فهمیدم که نسرین هم از هواداران مجاهدینه، که نسرین یکی از مؤسسان انجمن دانش آموزان مسلمان بود. اون موقع توی دبیرستان ما یه کارگاهی داشتیم
که بچهای هوادار مجاهدین که همون در واقع انجمن دانش آموزان مسلمان بودن اونجا رو مرتب کردن و خیلی برای ما چشمگیر بود که اونجا رو یه انجمن کوچیکی راه انداختن و از فضا و خلاصه جدیت اینا خیلی انگیزه می گرفتیم. خیلی برای من الگو بودن، از دورادور اینا رو می دیدم، از جدیتشون و از ارزش‌های نوعی که تو اینها می دیدم خیلی برام جاذبه داشت. هم همیشه دنبال می کردم که اینا چیکار می کنن و نسرین برام به طور خاص توی اینا، چون توی همین انجمن دانش آموزان اون موقع تو دبیرستان ما نسرین نفر یکش بود و خیلی برام جاذبه داشت. خب تعداد زیادی از دانش آموزان بودن که خیلی دانش آموزان واقعا برجسته‌ای بودن، هیچ وقت اونا رو فراموش نمی‌کنم، از جمله همین نسرین که گفتم جزء مؤسسین در واقع انجمن مسلمانان در واقع دبیرستان بود. ولی از طرفی من چون خودم که مجاهد بودم و در واقع در انجمن معلمین و همچنین در انجمن کارمندی در واقع کار میکردم، نباید این مسئله تو مدرسه لو میرفت و در واقع اگه آموزش می پرورش متوجه این مسئله میشد، خودتون که بهتر میدونید، بلافاصله اخراج میکنن، کاری ندارن که کی هست چی هست. از طرفی این بچه ها نمیذاشتم، از جمله نسرین که خودش بسیار واقعا با اون شور و نشاطی که داشت با همه در واقع دوستان خودش همه دست به یکی کردن که شما باید به ما بگین بالاخره شما هوادار کدوم دسته هستین، آیا شما با مجاهدین یا نه. و البته خودشون تا مقدار زیادی متوجه این مسئله شده بودن، تا اینکه بالاخره من وقتی که این میزان تلاش اونا و شور و نشاط اینا رو دیدم، اونجا دیگه بالاخره بهشون گفتم که باشه من بهتون میگم، ولی حواستون باشه نباید بچه های دیگه بدونن، نباید مدیر مدرسه بفهمه یا کسی در واقع در مورد این مسئله متوجه قضیه بشه، بهتره که باهاتون قرار میذارم که بیرون از دبیرستان یک چهار و پایین تر من شما رو ببینم و همونجا براتون همه چی رو توضیح بدم، که دیگه ما این قرار رو از اون به بعد گذاشتیم با هم دیگه و در واقع بیرون از دبیرستان من این بچه ها رو میدیدم، به خصوص نسرین رو که واقعا هیچ وقت فراموش نمی کنم. هر کاری که میگفتیم این به بهترین صورت هر خط و خطوط داده میشد، هر کاری که گفته میشد، واقعا هر حرکت اعتراضی که بود به بهترین صورت این پیش میبرد، تا اینکه من متوجه شدم که مدیر مدرسه به دلیل همین شروع نشاطی که این تو بچه‌ها ایجاد کرده بود و از طرفی انجمن اسلامی هم دنبال این بود که این شروع نشاط رو بخوابونه، در واقع اون از طریق مدیر مدرسه مورد اختیاری قرار گرفت و بهش گفتن که تو حق نداری این میزان سر و صدا و شلوغی و تحرک تو مدرسه ایجاد بکنی. ولی نسرین اونها رو همچنان غافل نگه داشته بود و به کار خودش همچنان ادامه میداد و هر روز با شور و نشاط بیشتر بچه ها رو به اون خط و خطوطی که داده شده بود راهنمایی میکرد. سرفصل سیوم خرداد سال 1360 و تاراج تهمانده آزادی ها توسط خمینی، همان بزنگاه انتخاب و سرفصل تعیین تکلیف بود و نسرین در آن شرکت فعال داشت. در تظاهرات 25 شهریور سال 1360 به همراه فاطمه مصباح که دختر عمه او بود دستگیر و به بازداشتگاه کمیته منتقل شد. صبح روز اعدام فاطمه با هم صبحانه خورده بودند، اما همان شب دست تقدیر صفحه دیگری را رقم زد. فاطمه شهید شد، اما نسرین از آنجایی که اطلاعاتش لو نرفته بود با دادن آدرس یک خانه محمل به پاسدارها آنها را خام می کند و از زندان آزاد می شود. بعد از اینکه خمینی روی کار اومد، تور اختناقش رو هرچی که میگذشت گسترده تر می کرد و با گسترده شدن این تور اختناق و تموم شدن آخرین قطره آزادی ها، ما هم مثل همه خانواده های مجاهدین مجبور شدیم که به زندگی مخفی روی بیاریم. نسرین هم به زندگی مخفی روی آورده بود و من بعد از اون دیگه اونو ندیدم. فقط میدونم که یک نامه برای پدرم نوشته بود و با چند آیه قرآن و یک خطبه نهج البلاغه به پدرم گفته بود که در این راه محکم باش و راه رو تا به آخر ادامه بده. همونطور که پیش میرفت و من با مجاهدین آشنا میشدم، خودم هر بار احساس میکردم که خودم در معرض انتخاب قرار میدادم. از یک طرف فضای چماقداری توی
بیرون دبیرستان و داخل دبیرستان که بیداد میکرد. از این طرف هم میدیدم که سازمان مجاهدین مشخصا با یک موازه درستی نه به این چیزا دامن میزنه و فقط میخواد افشاگری بکنه. خیلی با خودم فکر میکردم، سخنرانی های مجاهدین رو دنبال میکردم، تو سخنرانی خزانه، فلسفه شعائر موسی خیابانی، تو همینا شرکت کردم و همینجوری فقط برای خودم خودم در معرض تصمیم گیری قرار میدم که آیا این راه درسته درست نیست. نهایتا توی سخنرانی آینده انقلاب برادر که تو 11 دی سال 58 بود و تو همون سخنرانی که خودم رفته بودم، انتخاب کردم که فعالیتم با مجاهدین فعال ادامه بدم. یادم میاد که پنجشنبه بود که این سخنرانی رو رفتیم، تصمیمم خودم رو تو همون سخنرانی گرفتم. بعدش روز شنبه بود که وقتی رفتم دبیرستان، خودم رفتم صبح پیش نسرین و بهش گفتم که من میخوام با مجاهدین فعالیتم ادامه بدم، که نسرین گوش کرد، مکسی که مثلا چی شده. بعد از اون بود که نسرین ازم چند تا سوال کرد، سوالاشو خوب یادم نمیاد ولی همه مضمونش این بود که ببینه من بالاخره چی شد، یه دفعه مثلا هیجانی شدم و که فقط میخوام بیام و چیز کنم، چون فعالیتشون به هر حال میدیدم که فعالیت خیلی جدی داشتن. منم تونتون به سوالایی که میگفت جواب دادم، ولی میفهمیدم که یه چیزی نسرین میخواد در من مشخص کنه و این که بفهمه که من فهمیدم که وارد مسیری دارم میشم که هر لحظه سخت و سخت‌تر میشه. همون صعوبت و سختی که نسرین در ابتدای مسیر به اون آگاه بود و دیگران رو هم که قدم در این مسیر میگذاشتن نسبت به اون آگاه میکرد، دیری نپایید که شروع شد. فراز و نشیب مبارزه با دیوی هفت سر در صحنه سیاسی، نیروهای مترقی به خصوص مجاهدین و در سطح جامعه، زنان نخستین هدف سرکوب کفدار پیر بودند. هنوز یک ماه از بهار انقلاب نگذشته بود که زنان با شعار یا روسری یا توسری برای تحمیل حجاب اجباری از طرف اوباش خمینی مواجه شدند. گام‌های ارتجاع برای به بند کشیدن آزادی یکی بعد از دیگری برداشته می‌شد. اما آیا در مقابل این اجبار و زور و این سرکوب آزادی‌ها سکوت پیشه شد؟